امروز و در این لحظه و روی این صحنه شنونده دو برش از زندگی آریا عظیمی نژاد هست. اول از این که من از 17 یا 18 سالگی شروع کردم به کار حرفه‌ای کردن موسیقی. موسیقی تئاتر می ساختم، بعد موسیقی سریال ساختم. کارهای زیادی کردم تو مقطع 7 ساله. ولی هیچ وقت دیده نمی شدم. از نظر مالی هم خیلی تو مزیقه بودم. بعضی وقتا می شد مثلا شاید لنگ 1000 تومن، 1000 تومنی بودم. ولی از روز اول قولی به خودم داده بودم که بجز این راهی که دارم میرم هیچ راه دیگه رو نرم و تا اونجا که میتونم تلاشم رو بکنم. و بعد از 7 سال این اتفاق افتاد. هر جا که کاری انجام میدادم، حتی کار کوچیک، سعی میکردم انقدر اون کار رو در اندازه خودم خوب انجام بدم که شاید یک نفر منو یادش بمونه و بعدن بگه که خب یا آهنگسازی هستش که میتونیم سراغش بریم. و بالاخره این جواب داد. بعد از 7 سال یک شبه من تبدیل شدم به یکی از آهنگسازهای مملکتم. اصلا باورم نمیشد. ولی خیلی کار میکردم. هنوزم خیلی کار میکنم. ساعتهای زیادی اختصاص میدم برای کار کردن. چون اعتقاد دارم که از پس تلاش میشادم به همه چی برسه. به این موقعیت رسیدم، شدم آریا عظیمی نژاد. بعد از 10 سال حتما شنیدید، شنوایم از دست دادم به مرور، کم و کمتر. و فکر نکنم هیچی بدتر از این باشه که یک نفر کارش موسیقی باشه و نشنوه. حالا اگر نبینه آدم یا مثلا نقص عضوی داشته باشه کاملا متفاوت. و به یه جایی رسید که من دیگه اصلا چیزی نشدم دست بدم، یعنی کاملا نمیشنیدم. یه جهان خیلی شخصی فرادا داشتم و درونگرا و ولی هیچکم نمیفهمید. یعنی من با ارتباطم با آدما لبخونی میکردم و حتی نزدیکانم هم بعضیا این شدت رو نمیفهمیدن. بهترین کارای رزومه کاریمو تو اون مقطع ساختم، مقطعی که نمیشنیدم. بودم این مثل مادر اگر یادتون باشه، یا نمیدونم همین کار آمده همه آقای کریم خانی، خیلی از کارا، سریال او یک فرشته بود. تو مقطعی که نمیشنیدی؟ بله، یعنی میشنیدم، شنواییم انقدر کم بود که دیگه تقریبا این اواخرش بعضی دوستای نزدیکم الان شاید شاهد این ماجرا باشن، حتما نتونستم سازم رو خوب کنم.
اجرا میخواستم و نمیتونستم. میتونستی خیلی دلسرد چی، خیلی ناامید چی، با زمین و زمان بجنگی. اصلا از این بدتر نمیشه. ولی یاد گرفتم که چگونه از همون نقصان استفاده کنم. من یه دفعه با یه جهانی مواجه شدم که انقدر درونی بود و انقدر شخصی بود که اصلا ارتباطم با بیرون قطع شد، حتی رفت و آمدم هم کم شده بود. و در پس این تنهایی یک دفعه یک دریچه باز شد، دریچه موسیقیایی بود برای من و من صداهایی رو کاملا دیگه اصلا در یک احوالی بودم که صدای درونی میشنیدم به جای که بیرونی باشه و همونا رو میوردم بیرونیش میکردم. هدفون میذاشتم گوشم با صدای خیلی بلند، یعنی اصلا شاید مثلا دو تا خونه اونورتر هم صدای این هدفون رو میشنیدن که بتونم یه جوری کوچکترین صدایی رو به گوشم انتقال بدم. و تو اون مقطع هم خب کارهای خوبی انجام دادم، یعنی خودم راضیم از چون مردم راضی بودن، یعنی جایگاه اون قطعات در بین مردم انقدر خدا رو شکر خوب بود که منم خودم راضی شده بودم. از باز اومدم جلو توی مقطعی مثلا 10-15 ساله یه مشکل برام پیش اومد، مشکل قلب. و البته مشکل نبود، یه اتفاق افتاد توی حین یک عمل جراحی، یه اتفاق افتاد و تو چند روز رفتی تو کما؟ بله، هیچ وقت هم نمیره. یه آقای نمیدونم کی بود، چون با همه اون پرسنل بیمارستان دوست بودم، دوست هستم هم هنوز. من بالا سر من به من گفتش که تو دیگه هیچ وقت آدم نمیشی، یعنی اصلا دیگه روپا وای نمیسی. یه همچین دیالوگی به من گفت، گفت خودتو با یه زندگی جدید آماده کنی، دیگه مثل یه آدم معمولی نمیتونی زندگی بکنی. من خب این سختی گوش و اینا رو چشیده بودم، بهش نگاه کردم و گفتم که باشه، حواسم هست. هرچند خیلی دردناک بود اتفاقه و اتفاق برای خانواده‌ام مخصوصا، نابود شدن همه دوستان و دوروریا و خانواده و اینا اذیت شدن خیلی، ولی برای من خیلی اتفاق درخشان و ارزنده‌ای بود. چرا همچین اتفاق ترسناکی چجوری میتونه درخشان باشه؟ من که نگاهمو به دنیا عوض کرد، نگاهمو به زندگی عوض کرد. این فرصتی که ما داریم در زندگی که زندگی کنیم، این درک برای من به وجود اومد که این فرصت زیستن یک باره فقط و ما فقط در این طول مدت زندگی میتونیم تغییر کنیم و اگر پامونو بذاریم اون بر دیگه تغییری حاصل نمیشه. این بزرگترین دستاورد من از اون اتفاق. تو لذتت بیشتر شده از زندگی کردن بعد از این دوتا ماجرای ترسناک؟ بله، لذتم بیشتر شده ولی یه تضادی توشه. من الان میگم زندگی بی‌ارزش‌ترین چیز ارزشمندیه که ما میتونیم داشته باشیم. هم یه چیزایی از بین رفته، دیر ناراحت میشم، دیر خوشحال میشم خیلی، یعنی به یه چیزی، به یه حالی رسیدم، نمیدونم حالا این حال تا کی میمونه. و باز هم کار کردم و کار کردم، من گفتم دیگه نباید شب بیدار بمونیم. من تمام زندگیم شب، یعنی حساب کردم شاید 5 سال کسر خواب دارم، من تمام کارامو شب انجام میدادم، الان باز هم همین کارو میکنم. برای این که اعتقاد دارم هیچی نمیتونه جز مرگ که یه روزی اتفاق میفته، هیچی نمیتونه جلوی منو بگیره برای این که کار نکنم. یکیش کاره، دومیش که مهمتر از کاره، اینکه آدمتر باشم، انسان درستی باشم و از این فرصت زندگی استفاده بکنم برای اینکه اون نقاط ضعفم رو از بین ببرم و در حد خودم به یه جایی برسم. من قبل از این میگفتم که مثلا خدایا، من وقتی به مرگ فکر میکردم گفتم خب من تو هر سنی زندگی کنم و یه کارهایی هم انجام دادم و فرصتش میشه، وقتش میشه و ما هم از این دنیا میریم. ولی الان پشتم میلرزه اگه بفهمم کی قراره که از این دنیا برم. یعنی که میگم نکنه که زمان کم باشه من نتونم خودم رو بهتر کنم. این توی همه کارا در واقع انتقال پیدا کرده. حتی اگر کار میکنم سعی میکنم بگم خب این آخرین کاریه که دارم انجام. شاید دیگه فرصتی نداشته باشم. خیلی جذاب بود، ممنون از تو.
نکته یعنی یه الان این چیزا رو گفتم برای اینکه الان بچه‌ها چراغ قرمز میگیرن یا حذف میشن زندگیشون مسیرش تغییر میکنه. یعنی انقدر چیز ناراحت کننده و بغرنجی نیست و مطمئنن همتون میتونید که راه درست رو برید و اتفاقات خیلی خوب براتون میفته. چون هستن آدمایی که اتفاقات از این بدتر براشون میفته، زندگی و شرایط بدتری دارن ولی تلاش میکنن. دستتون درد. ممنون.